was. Get it private. Come on, help him. ما سند خونه رو وثیقه گذاشتیم که بتونه وام بگیره. یه بار خرما برد هن. 5 ماه تو گمرک اونجا گیر کرد. 10 روز 15 روز دیگه میام پول بهتون میدم. آقا بیا گرفتمت. سلام خسته نباشی. تو چه کار می‌کنی؟ کلگی سارو بفروشیم جبران میشه. این چیزایی که پیرمرد داره درباره گنج و حشمت و انگلیسی ها میگه اگه واقعی باشه خب خیلی مهمه. آدرس یه گنج دیگه میتونه زندگیتون از این رو به اون رو کنه. من باید فیلمو ببینم. اگه همون اسماعیلی باشه که تو فکر منه، این گنج واقعیه. تا اطلاع ثانوی حتی اجازه نمیدن یه تار مو از گمرک ترخیص بشه. اون زندان شهربانی که اسماعیل تو فیلم میگه الان یه مرکز تحقیقاتی درمانیه. ما باید باورشون کنیم. این از مراحل درمانیش. وقت پیش دکتر دیگه پرونده دارن؟ نه من اولین بار آوردمش. خواستم بدونم آقای پوروزیری کی وقت دارن باید پرونده کنه. آقای در بزنیم این تو دیگه. همین الان بفرمایید. همه جا پر شده. زیر چند نوشته شاخ اینستا شدی مرد فرودگاهی. شیشه نشکم میشکنی. من باید خونه رو از بانک بخرم. شما هم باید برین جواهر رو برام بیارید. دوزارم بهتون نمیدن. طبق این بند میتونی به عنوان مورد مطالعاتی به صورت رایگان بستری بشی. ما اگه بتونیم گندایی رو که من نزدم ولی پام حساب شده رو پای خودم بنویسیم همه چی حله. اون شوهر زنجیریه. اومده استشاد جمع کنه بستریش کنه. میخوام برم یه مسافرت کاری. مصطفی همیشه نگران اون روزی بود که یکی بیاد خواستگاری اخیر. ولی فکرش هم نمیکرد حشمت پسر ابرام تخکش بیاد خواستگاری دختر حاجی ارباب. اونم با جواهری که بعداً فهمیدیم کش رفت. نشونی که میگفتم برای خواستگاری آوردن غیب شده. من هیچ وقت نفهمیدم مصطفی کی به سر این زد اون جواهر رو برداره. جواهر رو چیکارش کرد؟ امید اونم کجا؟ نوک سایه سر به سر. خانون ایشون تو این 2 هفته چه بلاها سر مردم نیاورده. امید آهی رو تو حیات پیدا کن برد بیار اینجا. چش چش. خوشو. بابا یه وقت بده دیگه. خوشو یالا.
خوبه؟ کلاتم بردار بزن یه تست قلبت بگیرم. هر روز همین برنامه هست؟ خوبه؟ بهتر از اون چیزی که فکر میکرده. بهتر از چی؟ بهتر از اون چیزی که فکر میکرده. حالا پشمار سه میره دست میزنی و اون دیوار رو برمیگردی. سه؟ ها؟ گفتم سه؟ آها گفتی سه رو سه؟ بله چشم بودو 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 باری کلا بودو باری کلا خوبه؟ باست ادیان؟ باست رفتی تو اتاق من؟ اینا رو بده من دود باش اینا رو بده رو پوشم بده چش دود باش بده دیگه چش بشمار سه دکتر بار از خیال راحت باشه کمال جون بذار هرکی کار خودش رو انجام بده دیگه چش امید آهی بله شما همه امید آهی امید آهی اتاق فکر من نیستم آفرین به تو امید آهی باید بیا بابات ای بمیری سوید باید بیا چرا داری یواش میای بجوم واقعیتش اینه که ما قرار بود اصلا بیمار مطالعاتی جدید نپذیریم بس. سرمون خیلی شلوغه درست. و من نیرو کم دارم همینایی هم که اصلا با هزار دردسر داریم ادارشون میکنیم حالا چه برسه که یه مورد جدید هم اضافه بشه بله کاملا بله بله خب کیس شوهر شما بسیار حاده خیلی اینی که من اجازه نمیدم که همینطور رهاشن در جامعه محبت کنی این فرم هم امزا بکنی کمال ببینی چی شد سارا خانم که برای که چی واسه میمه آقا خانم جلو نیه ببرمه دقیق خواهش میکنم با سر خودش گروه تو شیشه شیشه نار بوده شیشه بار اومده بود اول بکنم چی کار کنی ببرم بهتری شیشه بگو یک کنم حرف بزن با کی دعوا کردی با کی دعوا کردی دوستو چی کار کنی حالش بده امید جان حالت خوبه بله به لطفتون شما خوبید؟ میدونی برای چی اینجایی؟ بله پس میدونی که قرار پیش ما بمونی؟ میدونم امید منو میبینی خوب میشه بیاره؟ دوتا الان چی کار کنیم؟ ببرین اتاق نشونش بدین یه اتاق تک نفره ته راه رو سطح امنیت الف نه نه من الان آمادگیشو ندارم نه بذار الان باشه بعد کجا این بابا بده بهداری بلش کن آقا دستش درد گرفت بلش کن بابا بذار استراحت کن بلم کن دیگه آمادتون مرادی؟ بله قربان آروم باش مرد خانم شما آروم این چه کاری آقای دکتر؟ لازم خانم نگران نباشید من منظورم این نبود که شما همین امروز بستریش بکنید که خانم من تشخیص دادم که ایشون همین الان باید بستری بشه آخه من اصلا آخه نداره خانم طبق فرمایی که شما امضا کردین از این به بعد ایشون مورد مطالعاتی ما هستن و بنده اختیار تام دارم ببخشید من میتونم یه چند دقیقه باش تنها باشم در حضور ما اشکالی نداره مرادی؟ بله بابا بذار خلوت کن اوی جان عزیزم چه کاری بود با خودم سارا من اصلا یادم نمیاد کجا رو باید بگرم اصلا نگران نباشی آقا من خودم میام بهت سر میزنم قصه نخونی پیر مرده چی رو به من چی؟ دیدم از اون رو من یادم هیچ
بعد دنبال صرف سقاب بگردی. خب صرف سقاب یادت میمونه؟ بستر رد کن. خب خانم محترم عروسم هست آقا. باید با حاجی ارباب حرف بزنم، میخوام عقیقو ازش خواستگاری کنم. حالا حشمت نشد، بالاخره که خواستگار براش میاد. آقام بگه نه دیگه اینجا نمیتونی بمونی، فکر اینش هم کردی؟ آره، از این خونه میرم با عقیق. به عقیقم گفتی؟ تو این اوضاعی که نون شده قیمت جون آدمی زاد با چه پولی میخوای فرار کنی؟ فکرمش هم کردم. فکر چی کردی؟ من نمیذارم همینجوری دستی دستی خودتونو بندازین تو فلاکت. نه ترس، از گشنگی نمیمیری. اشی دارم که فکر کنم خیلی میارزه. نکنه اون نشونیو که حشمت آورده بود تو دزدیدی؟ خب پسر ابراهیم تختکش جواهرش کجا بود؟ دیدنش تو حفاری دور امامزاده با انگلیسا بوده. حتمی از اونجا برداشته. عقیق بفهمه دزدی کردی باهات نمیاد. دزدی کدومه؟ دوزون انگلیسیای بی همه چیزن که از بیسابی مملکت دارن سوء استفاده میکنن، هر چی دستشون میاد بار میکنن میبرن اونورا. دوستارم اونا همین حشمت نظمیه چیه که باید رفیق قافله باشه اما شده شریک دوز. تو نمیخواد چیزی به عقیق بگی. نس کردم اگه حاجی ارباب نه نه بر. چیه؟ دارم میام. چه خبره چه داره در میشکنی؟ دارم میام دیگه. با کی کار دارین؟ با جانم. حالا آنه چه سونه نصفشم؟ من یادم نمیاد سند این باقا پشت قواله ملکت انداخته باشم که نصف شبی اومدی پی این در مطالبهش. احترام خودتو نگه دارا چی؟ من پی گم شدم اومدم. عقب گم شده تو خونت بگرد. اینجا چی کار میکنی؟ این پسر یه دوز میگه جواهر من تو این خونه گم شده. انگلیسیه تو پش باره. اما آقاد بهترم پسش برمیم. دیوانه‌ام نمه‌ام یه جعبه خالی بردارم بیانم خواستگاری؟ آجر با یکی اله بولاردان از همینا برداشته دیگه. تو که خونت من انداختی بیرون، اینا لباسمو در بردن، الان میخوان تعبیدم بکنن، زدن درب داغونم کردن. بابا خدا وکیلی اگه دست من باشی اینقدر طلای دیگه میارم میدم دیگه، دست من نیست دست همینای دیگه. این خونه هنوز اونقدر بی‌صاحب نشده که تو پاپتی بی سر و پا بتونی به اهالیش تهمت ناروا بزنی. عجبا، یا با زبون خوش پیدا میشه یا کت و بال اهل خونه رو میبندم، شده وجب به وجب این باغ و شخ بزنم، آجر با آجرش رو بشکنم پیداش میکنم. جواهر کجاست؟ اگه تو این خونه پیداش آبروی آقا میده. تو حیات پشتی قایمش کردم، نه ترس نمیذارم تو این خونه پیداشه. فقط به عقیق بگو بخشش رو ببنده، دمه از اون پشت سقاخونه هست نصرالله منتظرشه. داره که میدونم چی کار کنم، اما شما اگه پیدا نشه جوری سیبیلتو دود میدم که دیگه یالا نگفته هول نخوری وسط حیات خونه مردم. هر چیه زیر سر این دوتایی ها چی؟ کجا رو اون یکی کو؟ یه بار ببینم بابا. یا چونه مادرت کجا رفتش؟ رفت مسترب الان میاد. یعنی نه من مسترب چی رفته؟ الان بابا بیچاره میکنه تو رو خدا وکی. رفت مسترب الان میاد. یعنی نه من مسترب همینه دیگه، بیا برو دنبالش دیگه. برو قبا حاجی ارباب باش. جا دستم رو ول کن. چی کار داره میکنی؟ بیا سرباز بودو بزنش. نزنش. چرا نزنش؟ بچه یه نزنش. چرا میکنی؟ میگم بچه یه نزنش.
امید جان، آقای امید، آقای امید آهی. زد. من اینجا هم کم نکنم. ببخشید آقای دکتر، من بهتون نگفته بودم. من همیشه اینجوری از خواب بیدار میشم، یعنی در حقیقت میپرم. مثل این ماشین توی دنده باشه استارت بزنی میپره، همونجوری. من معمولا روزم رو اینجوری آغاز میکنم. اسم خاطر اینه که صورت خانم تو خودت کبوده، نه؟ عجب. سارا، سارا کجاست؟ همینجا بود؟ دیروز اینجا بودن سارا خانم. اینجا چقدر عوض شده؟ امروز چند شنبه است؟ من چند وقت خوابیدم؟ 18 ساعت مک. ظاهراً بدن تو خیلی پاکه، به همین دلیل دارو خیلی روش اثر میذاره. من شاسی خودکار کمون، من الان برات مینویسم که اگه نیاز مجدد به تزریق داشتی با دوز کمتر بزن. ببینم فلوکسی کمون. نه لازم نیست، نمیخواد بنویسی، من خوبم. اینو ما تشخیص میدیم نه شما. به عبارت دیگه اگه نتونی خودتو کنترل کنی، ما تو رو کنترل میکنیم، حالا یا با دارو یا با چیزای دیگه. امیدوارم به اونجا نکشه. به کجا نکشه؟ به من نکشه، من چیز. امید. بله. به چیزای خوب فکر کن، امروز روز اولته. حالا لباست رو عوض کن، یه گشتی تو محوطه رو بزن، با محیط آشنا بشو، ولی به بیمارای دیگه نزدیک نشو. قدرت قوانین اینجا رو برای تعریف میکنه. مرغابی نیدم، مرغابی. بعد از نهارم بیای تو اتاق من که اولین مشاوره رو شروع کنیم. دکتر؟ بلند شو لباست رو عوض کن. بلند شو، نترس. آوری کلم. فیر سایزه؟ بپوش بیا، من بیرون منتظرم. ببخشید، میشه اول بریم اونجا که سرو داره؟ بپوش، خوب که شدی، هر جا دوست داشتی میری. بجام. همینجا عوض کنم؟ معذبی؟ نه عوض باید به ما عادت کنی. منتظرم. پریسا، اینا رو همه رو تو سنا ثبت میکنی، کد رهگیریشون رو میگیری، پرینتش هم میذاری رو میز من. عزیزم یکی یکی دیگه، من چند نفرم؟ یه نفرم. یه زحمت دیگه هم برات دارم. میشه یه بار دیگه اون فیلم مصاحبه رو نگاه بکنی، با هدفون گوش بدی؟ یا من هر نشونه مربوط به محل دفن جوای رو یادداشت کن بده به من. باشه عزیزم، خیالت راحت باشه. آقا امید چه خبره؟ هر بار زنگ میزنم میگن خوبه. یه لحظه گوشی. خیلی ممنونم از شما. ای کاش که همه وکلا مثل شما بودن، با تعهد، با روی گشاده پذیرای ما بودی. بدون ناز ادا کارت انجام دادی، با اینکه حتی چهره نازی داری. خیلی ممنونم ازت. شما لطف دارید، ولی بنده زمانی وکیل شما محسوب میشم که شما بتونید خیالتون راحت باشه. پولو که جور میکنم. خیالتون راحت باشه. جون مرسی. جان. نه پولو جور میکنم دیگه. وای ربر زنگ نزنی. الان نمیتونم بخرم. خدافظ. چی رو جورش میکنه؟ هی قول علکی میدی به دختره. من تنها قول علکی به ایشکی ندادم. هیچ وقت نمیدم، هیچ وقت هم نخواهم داد. قول رو شما سم خدا نگهده. خیلی بالاخره عروسیه؟ نه بابا، عروسی چیه؟ یکی از اینا که کلاگیس خریده هر روز میره بس میشینه تو کلینیک مرضیه اینا. میگه اگه پولمو پس ندی شر به پا میکنم. به دکتره میگه که مشتریای کاشت موشو قور میزنه. سوهل که هیچ پول نداره، الان چجوری میخواد حق الوکاله اینو بده؟ اوه خوب شد گفتی. منم که دو ماه اجارهشو عقب انداختم، این بیرونم میکنه. بهش بگم سوهل آه در بساط نداره. نه حتما بده. کی گفته نداره؟ من آدمیم که جایی بخوابم زیرش نم بره؟ نه، ولی خب سهیلم آدمی نیست که نم پس بده. اختیار داریم. اتفاقا میخواست دلاری حساب کنه، من قبول نکردم، گفتم فقط ریالی کار میکنه.
به شما گفت دلار داره؟ بله، جلو روی خود من با خونتون تماس گرفت، گفت اون چمدونی که توش دلاره بفرستن تا ببره بفروشه. سیاتون کرده. ببخشید آقای پورمزیری، شما مطمئنید که اون بر خط با کسی حرف میزدی؟ اصلا کسی اون بر بود؟ بله، خودم هم صحبت کردم. عجب مرد نازنینی هم هستم. با کی؟ پدرتون، آقا اسدالله. سوین واقعا دلار داره؟ بله. من یه هفته است واسه 2000 دارم خودم به در و دیوار میکوبونم، پسره بیفه که یک کلام بروز نمیده پول داره. سخکو نمیباشم. باشه باشه، من به بابا زنگ میزنم. من اینو آدمش میکنم، دلارا رو ازش میگیرم، میبرم بانک، مزایده رو عقب میندازم، امیدم از میارم بیرون. برو ببینم. ای بابا نمیشه دیگه بابا اسدالله. میشه. نمیشه آخه. چرا میشه؟ وقتی مسابقه محله میتونه ما هم میتوانیم. دو ساعت شد نتونستیم. شاید توپش فرق داره. شاید لیوانش مخصوصه. مخصوص نیست. جانم آقا جان. آره سویل زنگ زد. گفت چمدونی براش بفرستم، منم فرستادم. چمدون دیگه، همون چمدونه که امید کوبیده بود به شیشه فروزگاه. نمیدونم، میخواست بس که بده منوچهری درست کنه. حالا تو چرا اینقدر هرس میخوری؟ دلار؟ تو از کجا میدونی؟ چقدر دلار بوده تو چمدون؟ وای این پسره. لا 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 آره دیگه، من نوست پیش براش فرستدم لابا تا آره بچش رسیده دیگه. علکی جر نزنین، من اصلا صدای توب زمین خوردن نشنیدم که. برین درست کار کنین، برین جانم. نه بابا، این بچه ها بوده همون طرف های دفتر شما بود، نزدیک مدون فردوسی. آره چشم، همین الان میفرستم. باش. نمیشه یه بازی دیگه بکنیم؟ نه خیر. چرا؟ چرا یه بازی دیگه بکنیم؟ نمیشه که هرچی که سختتونه ول کنی برین دنبال یه کار آسون، که باید تلاش کنی. بعدش هم دیگه وقت بازی تموم شده. بریم، بریم سراغ رسم و مشقتون ببینم. هنوز 10 دقیقه از وقت بازی مونده. اگه راست میگید خودتون توپو بندازید تو لیوان. من الان گرفتارم. بابا سولا گول شد. گول شد. بابا سولا گول شد. گول توی دروازه. توی دروازه. اینه بابا سولا ماشالله. بابا سولا ماشالله. بابا سولا ماشالله. خیلی خوب. خیلی خوب. دیگه بسه. بریم. بریم به دست مشقتون برسیم. بریم. ببین آریا. دوباره نشه نیاز به تلاشی بیشتر ها. خب چش. باید تلاش کنی، باید درس بخونی، اینقدر درس بخونی، درس بخونی تا بیفته تو لیوان مثل همین توپ. بریم ببینم. بریم به سلامت. گلا گلا. ساعت نهار از ساعت 12:30 الایه کنیم. فهمیدی؟ فهمیدم. فقط میدونی نفهمیدم که فقط سروش اینجا کجاست. سرو خیلی دوست داری نه؟ آره دوست دارم. میدونی بهم آرامش میده، اگه نباشه عصبی میشم، یه وقتی کارایی میکنم که خودم دوست دارم. اما بدرفتاری، ایجاد مزاحمت و یا درگیری، هم از لفظی یا فیزیکی، حتی با اشاره، تهدید، ارعاب، بددهنی، بی‌نزاکتی، حمله وسایل غیر مجاز، حتی تلفن همراه، که جملگی روی این تابلو اعلانات درج شده. میدونی جریمش چیه؟ چیه؟ ادای منو در آوردی؟ نه تحت تاثیر قرار گرفتم. اتاق فکر. اتاق فکر؟ بله. 48 ساعت حداقل میندازیم تو اتاق فکر. در رو از پشت رود میبندیم، یه جا چنباته میزنی به کارهای زشتت فکر میکنی. یعنی انفرادی؟ ما بهش میگیم اتاق فکر. اگه سوالی داری بپرس. سوال که این چرا داره بیل میزنه؟ آه اینو نباید میپرسیدی، این بساز بفروشه داره پی میکنه.
پس اینجا بیل زدن آزاده. برای بعضیا بستگی به مریضیشون داره. تو که از این مشکلات نداری؟ چرا دارم؟ من خیلی از این مشکلات دارم. بگو، راحت باش، بگو. یه چیزی استاد، بفرم. یه درخت سرد. اگه یه بار دیگه بگی سرد، یه سرد میارم همینجا فرو میکنم تو زمین، تو هم میندازم تو اتاق فکر. حالا خوب نگاه کن، هر سالی تو ذهنت هست از من بپرس، هر چی. خفش کن اون صاحب مرده، دقیقه دل بده بکن. چشم پکیف همونو معلوم کن، چند تا داری؟ واسه شروع 3900 تا. بابا قپی نیا، کلش چقدره؟ کلش همون 3900 تا. قیمت هرچی بیشتر بهتر. وایسا مسعود دلار، همین الان 248 رفت بالا. چی شد رفت بالا؟ تو چی کار رو این کارا داری؟ دلارت کو؟ دلار من آقا اینجا فقط میخوام نگه دارم اینم دیرتر میتونم بالاتر بده بابا حرف اضافی نزد بذار توش بابا چی کار داری میکنی؟ آیا انگاشت بابا ببن بیا بابا چی کار داری میکنی؟ وسط خیابون داری دلار به من نشون میدی؟ دربایی من صحبت من کنم خواهم دربایی اما من چه پایین اما باش بابا تو دربایی بیا برو 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 کجا میبری من؟ بیا بابا وقتمون رو گرفتیم اینجا کجا باید بریم آخه؟ اینجا آه بایست اینجا چونه؟ ببین منو بازار یعنی عرضه و تقاضا فهمیدی؟ بله ببینم دلاراتو حالا اصل دیگه دلار تقلبی نداریم خودم میفهمم تقلبی اصله عرضه که میاد پایین چی میشه؟ قیمت میکشه بالا آفرین بلد بودم الان این آقا داوود گور به گور شده یه رو بدیر کرده ارز نیاورده ارزه اومده پایین داوود کیه؟ سلطان دلار دیگه بابا درسته داوود اومد داوود رسید دلارات اصله ولی دیگه آقا داوود رسید آقا کجا میبری پول ندادین که آقا باشه بابا نمیخورم دلاراتو که نه سوی تفاهم نشه چنین منظوری نداشتم واقعا وای سه دقیقه مسعود ها دلار همین الان 666 اومد پایین دیگه دیر شد عرضه رفت بالا ای دل داوود بری زیر تریلی داوود چی کار میکنی؟ میفروشی یا پس بدم؟ نمیفروشم آقا نمیفروشم تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا به تو چیه؟ میفروشم اصلا مگه مال توی میخوای بفروشی؟ یا بگیر بابا مال دزدی ما نمیخریم یا بگیر دلار تو دزدی چیه؟ میگم میخوام بفروشم بگیر دلارت من حوصله ندارم فقط بشور این کم و کس نباشه فردا نری شهر کنی اینجا مأمور بازار بشه بگیر دلارت تو خدافظ تو پول داشتی یه کلمه حرف نزدی؟ ما لوازم خونه فروختیم ببین گوش حرف نزن پرو پرو دیروز زنگ زدی به امید سراغ بقیه پول خونه رو گرفتی خجالت هم نمیکشه ببین کجا میری؟ دارم میرم صرافی مثل بچه آدم پولش کنم منم صد بالاتر از قیمت صرافی میخرم ازت چی؟ صد بالاتر از قیمت صرافی میخرم آه الان داری به یه وکیل پیشنهاد معامله غیرقانونی میدی خجالت نمیکشی؟ نمیدونی این قیمت گذاری خیابونی که میکنی چه لطمه به اقتصاد این مملکت میزنه؟ خواهر من اخبار زیاد میبینه تحت تاثیره میرم رازش میکنم صد بالا قیمت صرافی دیگه برمیگردم مگه این برم به جای راه داره؟ نه پس سروش کجاست؟ بیا حالا میبینی چند ماهه به دنیا اومدی تو بح بح بیا اینجا که اتاق خودمه پس میخواستی چی باشه؟ انقدر گفتی سرو که دکتر سرو رو برات آزاد کرد خودش شخصا به من گفت که برم برات یه سرو 80 سانتی تهیه کنم الان راحتی؟ خوبی همی؟ آخه زبونت بند اومده ها؟ یعنی تو انقدر سرو دوست داشتی؟ آخه میدونم بلش کن حالا تو میمونی و این سرو الان باید بریم دفتر وارثه برای مشاوره خب این من که باشه امید من تو سر و چند دقیقه با هم دیگه تنها میذارم فقط نکنش بعد خودت بیا دفتر وارثه دیر نکنی ها باریکلا خوش میذاره من اینو میخواستم این اصلا سروه، این کاجه
من دنبال سرو ثقابم. فکر میکنم ما نمیفهمیم اینا راجع به ما چی فکر میکنن. سوری کجا بذارم من آخه؟ الان فقط من و تو تو اتاقی؟ قدرت! 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 کمک! کمک! قدرت! کمک! قدرت! ببین من لوبرم بد میبینی ها. تو کی هستی؟ چی از جونم میخوای؟ قدرت! 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 آروم باش! قدرت! کمک! میگم کی هستی؟ آروم باش! آروم آروم بابا آروم باش! اینجا! آروم باش! چی کار دارم؟ چی کار داری؟ کاری ندارم من اینجا! اینجا اتاق منه برد! چی اومدی تو؟ من قبل تو اینجا بودم! تو یه اومدی! چی از جونم هم میخوای؟ چی میخوای؟ تا پنج میشمارم درو باز میکنم میام تو. تو خدا تو رو خدا خواهش میکنم تو رو خدا منو نوند من بدون گوشی میمیرم. میشنوی چی میگم؟ خواهش میکنم التماس میکنم خدا بده دیگه دقیقه ساکت ببینم چی میگه. درد تو ببر با مزخرف میگه منو نجات بده منو نجات قایم کن. خب یه بار تو همون اونجا که خراب شد چی میگم؟ خب برو تو کمد برو تو کمد کمد داره کمد سر کن ببینم من چیکار کنم. تو برو قبشو میگم من چیکار کنم. خدا بیا تو کمد که چی نیست نمیدونم یه کاری بکن دیگه. رد بده باش سه دو یک. چیکار داری میکنی؟ آروم باش این چیه دسته؟ آروم باش میگم این آخرین اخطار رو بهت میدم. آروم باش دیوار بود که با چیز زدش. هنوز نرسیدم بهش. جواهر رو خورکش داده بود. من و مصطفی رو بردن زندون نسمیه. فرداش وقتی مصطفی از دستشویی برمیگشت از نگهبانای زندون ساعت پرسید. چهار عصر بود. میخواست سایه درخت یادش بمونه. تو همون زندون جواهر رو چالش کرد.
اونم کجا؟ نوک سایه سر به سقام زیر آجر کف سلول. مصطفی حالش خیلی بد بود، نمیدونم از خونریزی داخلی بود یا زخم گلوله اون انگلیسی نامرد. نمیدونم بردنش بهتر. آخرین باری بود که دیدمش دو روز بعد بزدی آقام که اومد آزادم کنه. مشکی پوشیده بود. دو هفته بعد سال مصطفی آقا مریضاشو برداد به یکی از خونریشای دوست. علی دیگه مدرسه نرفت و راهی باکوش اونم برای همیشه. چی شده سر اینجوری میکنی؟ خوشم زندگی بود زیر روشو. آجی هم با بقیق و شوهر تا از بیس باری که میدم آقا نه هر بار میرسه اینجا این جیگرم کباب میشه. آقا مصطفى هیچ وقت فرصت نکرده آجی حرفا بگه عاشق دخترشه. به جهنم که فرصت نکرد. خانم احمدی رو بگیر ببین برادرش کجاست. هر چی میگیرمش خاموشه. قرار بود برای من پول بریزه. شما هم که بدتر از اون انگلیسی نامرد همش به فکر پولی. شمارش رو بگیر. فکر میکنم دوری حقیق باز شد. مادرم از مادرم دویدم این ساله مصطفی ببینه. سلام ساره جو خوبی؟ دنگه یک کلمه زرم. نه چیزی نشده داشتم فیلم میدیدم. بگو من بگو سایل رو پیدا کردی یا نه؟ آسرافی بله پریسا جو بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. بفرمایید خدمت شما. سارا اذیت نکن دیگه بابا، نصف این پول بده به من دهن این کلاکیسیه رو ببندم. کاش اینجا من یه چیزی پیدا میکردم دهن تو رو میتونستم باش ببندم. کجا رفت؟ رفت پول بیاره دیگه. سارا تو چه نمیفهمی؟ من اگه پول اون طلبکار کمپوش کلاگیس لازمه رو بهش ندم اون میره کلینیک مرزیه اینا قشقرق به پا میکنه. بعد اونجا همه میفهمه که مرزی داره کلاگیس کار میکنه، اخراجش میکنه، بدبخت میشیم ما. خب خربازه خوردیم بعد پای لرزش هم بشینین دیگه. من این پوله رو میذارم رو تتمه پول وسایل خونه، میبرم یکی دوتا قسط میدم شاید با این قبول بکنه مزایده رو بندازه عقب. تمام. باز داره میگه. حالا اینکه شما پول داشتی و رو نکردی که بماند برای بعد. عزیزم دارم میگم اون پول من گذاشته بودم برای روز مبادا. تو تقویم شما روز مبادا دقیقاً کیه؟ از این مباداتر؟ ببخشید میتونم بپرسم که این دلارا رو از کجا آوردین؟ خرما فروختن. اگر جوابمو درست ندید مجبور میشم با پلیس تماس بگیرم. پلیس برای چی؟ این دلارا تقلبیه. عزیز من نزن سر مال بابا. همونجا نگفتم تو خیابون باید میفروختیم. اینا نه که اجاره مغازه دارن، کم خریدن. زنگ نزن آقا، زنگ نزنید. این دلارا رو از هند آورده. بهشون خرما فروخته. این دلارا رو از هند آوردین؟ آره و دروغم چیه؟ میخوام برم پاسپورت بیارم. رفتین کنار خیابون بفروشین، طرف دلار رو گرفت و دبه کرد. اون بنده خدا دبه نکرد. ایشون معامله رو به هم زد. ایشون هم به هم نمیزد. اون یه کاری میکرد که به هم بخوره. اینا کارشونه. پلیس چند تاشونو گرفته ولی زیادن. واسه چی میگیرن این تفلکی‌ها رو؟ با اینکه لحظه آخر دلار 600 ریخت ولی بازم 200 باله شما می‌خرید. خیلی بچه باحالی بود. سهیل جان چرا انقدر در مقابل فهم واقعیت مقاومت می‌کنی؟ عزیز من ایشون دلارا رو گرفته گذاشته تو جیبش بعد با دلار تقلبی عوض کرده. بفهم. بچه باحالی بود. آقا نکن. زندگی منو سوراخ نکن. خیلی متاسفم. سوراخ کرد. من ازت شکایت میکنم. من شاکیم. این مدرک، این خانم آقا شاهد، خواهر منم وکیله. شکایت میکنم ازت. متهم کو؟ یعنی چی متهم کو؟ تو همیشه دنبال بهونه بودی واسه من هیچ کاری انجام ندی. میبینی؟ واسه همه وکیل بوده واسه ما میرغزه. Thank you.
ببخشید. بساز